خب مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران که از صفحه انجمن مهر شاهنامه برنامه ما رو دنبال میکنید. یه توضیح بدم، اول قرار بر این بود که من همزمان از دو صفحه انجمن مهر و صفحه انجمن زبانهای باستانی آژیار در واقع برنامه رو جلو ببرم، من تو الان یک مشکل کوچیکی پیش اومده و اونم اینه که وقتی از صفحه آژیار اضافه میشم به این صفحه، اینترنت قطع میشه. حالا هماهنگی‌های انجام شده و قرار شده که از دوستان آژیار یکی در این صفحه حضور داشته باشه. خب من سلام عرض میکنم هم خدمت استاد بابایان عزیز، هم خدمت استاد عزیزم آقای دکتر زاگرس زند. فقط یه چند دقیقه باید به ما اجازه بدید از صفحه آژیار هم دوستان ما اضافه بشن و بعد بتونیم برنامه‌مون رو شروع بکنیم. خب من یه مقدمه خیلی کوتاهی بگم تا دوستان دیگه ما هم تشریف بیارن. انجمن مهر شاهنامه که در بابلسر کارش رو دنبال میکنه از سال 96 به صورت رسمی داره کارش انجام میده. برگزاری همایش‌های مختلف شاهنامه پژوهی رو داشتیم تا به امروز و در کنار انجمن زبان‌های باستانی آژیار که بازم من افتخار اینو داشتم که برای این دوستانم یه کار کوچیکی انجام بدم، سعی کردیم که این نشست رو برگزار کنیم. این نشستی رو در مورد ارتباط شاهنامه به عنوان سند هویتی ما و انسان ایرانی معاصر که حالا بعد از آقای دکتر خواهش میکنیم که تشریف بیارن در لایو ما و بحثمون شروع بکنیم. فقط یک چند لحظه بازم باید عذرخواهی من بپذیری تا دوستانمون تشریف بیارن و ما کارمون رو شروع بکنیم. خب من خدمت همه دوستانی که تشریف آوردن سلام درود میگم. ببخشید اگه تک تک پیام ها پاسخ نمیتونم بدم. جناب آقای دکتر زند، اگر شما مایل هستید تو لایو ما تشریف بیارید تا اونور مشکل ما حل بشه، یه گپ و گفت دوستانه با مهمانانمون داشته باشیم و بعد کارمون رو شروع بکنیم. جناب دکتر زند، اگر صدای بنده رو میشنوید لطفاً درخواستتون رو بدید که من شما رو به این صفحه اضافه بکنم.
درود بر شما استاد عزیز. شب شما خوش. نمیدونم تصویر صدای من خوبه. بله صدا و تصویر شما خوبه. آی صدا تصویر من هم واضحه برای شما. بله بله خوشحالم که شما رو میبینم. منم نباشید. ممنونم. شب شما متشکرم. شب شما بخیر. ما آقای دکتر یک مشکل کوچیکی پیدا کردیم که الان دوستان باید حلش بکنن. قرار بر این بود که از دو صفحه انجمن مه و صفحه آژیار من همزمان وصل بشم و قبلا اینو امتحان کرده بودم، مشکلی پیش نیومد. متا الان نمیدونم به چه دلیله که صفحه آژیار حذف میشه از لایو من، میره بیرون. برای همین قرار شد که یکی از دوستان در واقع از جای دیگه ای از سمت انجمن زبانهای باستانی آژیار وارد برنامه ما بشن و ما کارمون شروع بکنیم. حالا تو این فاصله اگه شما میخواید مطلبی بگی، یه مقدمه بگی، یا حالا احوالی بکنید، ما در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم آقای میرزایی که بنده رو دعوت کردید. خدمت شما و خدمت استاد بابایان ارجمندم عرض سلام و احترام دارم. همین همراهان شما شاهنامه دوستان از خرد و کلان در انجمن مهر شاهنامه بابلسر، امیدوارم که همه خوب باشید. انجمن همچنان برقرار باشه. نشست‌های شاهنامه و آموزش نقالی و همه اون چیزایی که برای جامعه، برای آینده، برای ایران امروز مفید است، می‌بست که امروز احتمالاً با هم دیگه ادامه خواهیم داد، همه اینها برای ایران لازم و ضروری هست. باز خوشحالم که شما رو میبینم، هرچند که مجازی در خدمت شما هستم. اگر که میخواید بحث رو آغاز بکنیم، اگر نه منتظر هستید که دیگه هم اضافه. الان دوستان دارم با من تماس میگیرن، اگه اجازه بدید من جوابشون رو بدم. ببخشید. سلام، خوبی؟ قربون جان. آره یه مشکلی هست، این که من وقتی که با صفحه شما میام جوین میشم، نمیدونم به چه دلیله که صفحه شما رو حذف میکنه از لایف، میاره بیرون. خب نمیدونم حالا به خاطر اینکه هر دو تا گوشی به هم نزدیکه، چون من دانشی در این مورد ندارم. خب اگر ممکنه از شما یک نفر درخواست بده و وارد لایف بشه که ما کارمون رو شروع بکنیم. الان برنامه شروع شده، یه دوستانی اومدن، ما داریم با آقای دکتر زند یه حال احوالی میکنیم و منتظریم که شما هم تشریف بیارید که شروع بکنیم. باشه، ممنونم، خدا نگهدار. خب آقای آصفی بودن، الان به ما اضافه میشن از انجمن آژیار و بعد ما در خدمت شما هستیم. خب حالا من یه مقدمه کوتاهی اگر اجازه بدید، یه مقدمه خیلی کوتاه بگم. البته باید واسه این که در واقع دوستانی که از صفحه آژیار در واقع اضافه میشن به لایو، اونها بیان. خب اضافه شدن، الان درخواست رو به ما بدن دیگه. من بازم من عذرخواهی میکنم از این وقفه ای که افتاد توی برنامه و از این. سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر خیلی خوشم. عجب دارم خدمتتون. درود بر شما جناب آصفی. درود بر شما. ظاهرا مشکلی پیش اومده بود، من بی‌خبر بودم، ببخشید که منتظر موندم. نه خیلی متشکرم، به هر حال شما به موقع اومدی، چون برای همچین مشکلی واقعا ما از قبل برنامه‌ریزی نکرده بودیم. خب منم خیلی خوشحالم که هم آقای آصفی رو میبینم مجدد، دوباره با هم یه برنامه‌ای داریم. حتی جایی که آقای آصفی هست واقعا من نباید صحبت بکنم، حالا برنامه جور شده که در واقع مجری منم، منو ببخشید. حالا ما برای اینکه خیلی وقتمونم از دست ندیم با این وقفه‌ای که پیش اومد، یک مقدمه خیلی کوتاهی میگم و بعد
دیگه برنامه رو میسپاریم به جناب آقای دکتر زند و آقای دوست عزیز من آقای آصفی و در مورد مسائل صحبت میکنیم. ببینید دوستان، یک موضوع مهمی وجود داره در زمینه شاهنامه شناسی و اونم اینه که خب ما میدونیم، مخصوصا حالا زمانی که علاقمند باشیم به خوانش شاهنامه، برای ما یه جورایی این فرض تبدیل میشه به یک نظر قطعی و پذیرفته شده که شاهنامه هویت ملی ماست و ضرورت داره که بخونیمش. منتها زمانی که میخوایم به این کم و کیفش و این جزئیاتش پاسخ بدیم، شاید واقعا نتونیم که به راحتی از پسش برمیاد. یعنی سوالاتی همیشه از ما پرسیده میشه که خب ما فرض هم بگیریم که فردوسی شاعر خیلی بزرگی هم بوده و شاهنامه اثر خیلی بزرگی هم هست، منتها ارتباطش به زمانه ما چیه و چرا ما باید شاهنامه رو بخونیم، چرا انقدر شاهنامه برای ما مهمه در طول تاریخ حالا کتابت در ایران، حالا جای دیگر کار نداریم. کتابهایی که نوشته شده چطور شده که شاهنامه شده سند هویت ملی ما؟ آیا این باری است که ما به دوش شاهنامه داریم میذاریم یا شاهنامه خودش مؤلفه هایی داره که اینو اثبات میکنه؟ و حالا مثلا این مسئله کمی گسترده است، واقعا با یک برنامه نمیشه همه جوانبش رو سنجید. اینکه مسئله هویت، اصلا خود هویت یعنی چی و چرا به این اثر میگیم هویت ملی، و مسئله فرهنگ توش خیلی مهمه، فرهنگ چه مؤلفه هایی داره که حالا یه سرش باید به شاهنامه بخوره، و چه سنجشی داریم برای اینکه ببینیم آیا این قراردادهایی که کردیم در واقع درست هستن و قابل انتقال هستن به دیگرانی که شاید مشتاقن از این زاویه به این اثر نزدیک بشن و باهاش ارتباط برقرار بکنن. خب من صحبت کوتاه میکنم، بحث رو میسپارم به جناب دکتر زند و در خدمت شما هست. خواهش میکنم. خب بازم عرض ادب و احترام دارم همین کسایی که تازه شاید صدای ما رو میشنفن و هم دوباره از شما سپاسگزارم، همینطور از آقای آصفی از انجمن آژیار. امیدوارم که بحث خوبی باشه و یک گپ و گفت سودمندی باشه. هر شبت خدمت شما که بنابراین وقتی که داریم از ارتباط شاهنامه با هویت یک انسان ایرانی امروز سخن میگیم، چند تا کلید واژه داریم که شاید نیاز باشه اینها رو باز بکنیم و در موردش توضیح بدیم، که باز دوباره در اینجا وقتش نیست و حتما باز شنونده های ما خودشون برن مطالعاتی بکنن یا اینکه با پیش‌فرض های ما کمی آشنا باشن. بحث هویت خودش بحث پیچیده ایه، مثلا در جهان امروز، یعنی ذیل علوم اجتماعی خیلی از کشورهای کهن و جدید در جهان همچنان در مورد هویت، هویت فردی، هویت جمعی، هویت ملی، قومی، جهانی، همه اینها صحبت میکنن و در طول تاریخ هم تقریبا این چنین بوده. اما خب امروزه یک دشواری هایی و یک شرایط جدیدی بر اون حاکم شده که چند و چون ها و پرسش ها و اینها میتوانه زیربنای خیلی از مفروضات مسلم هم زیر سوال برده باشه. خاطر همین یک بحث، همین بحث هویت هست که ما از چه داریم سخن میگیم و از چه منظری داریم به هویت نگاه میکنیم. این منظر تاریخی است، جامعه شناختی است، روانکاوانه است یا هر چیز دیگری. دومین دشواری ما در مورد هویت ایرانی است. در عین حال که این هویت ایرانی خیلی اصطلاح معروف و شناخته شده است و خیلی از ایران شناسان و بعضی ایرانی ها در مورد اون سخن میگن و می نویسن و خیلی هم اهمیت داره، در این حال در جزئیاتش و در کندوکاو تاریخیش و حتی بحث امروزیش باز دوباره یک ظرافت ها و دشواری هایی درش هست که اون هم نیاز به تحقیق و تفحص و شرح و بیان زیادی داره که هیچ کدوم نه در توان و توش توان بنده کمترین است، نه در این برنامه و حوصله مخاطبین شما. از یک طرف شاهنامه رو داریم، با
خب شاهنامه علاقمندان زیادی داره، شاهنامه خانان و شاهنامه پژوهان زیادی داریم و در این روزگار معاصر هم خیلی مورد توجه قرار گرفته و خیلی این پرسش ها در مورد شاهنامه میشه و همچنان در موردش داره نوشته میشه و در انجمن های مختلف بحث میشه که همه اینا هم خیلی لازم است. من فقط ناچارم به کوتاهی و خیلی به چرده اشاره ای بکنم، یک نگاهی گذرا بکنم که شاید بحث بهتر باز بشه و بشه در آینده ادامه داد یا دوستان خودشون بتونن در موردش چند و چون بکنن. ببینید، اول از همه ما باید در مورد هویت ایرانی و هویت ملی یک پیش انگاره داشته باشیم، مخصوصا اینکه امروزه از سوی خیلی ها به درست یا نادرست با غرض‌های سیاسی قومی یا به معنای پرسش علمیش این بحث ها همچنان مطرح میشه و مخصوصا دوستانی که علاقه من به حوزه های ایران شناسی و مباحث تاریخی هستن خیلی بیشتر این حرف بنده رو درک میکنن که چرا لازم هست خیلی وقتا اون چه که همه ما بدیهی میدانیم باز دوباره در موردش توضیح بدیم، برای اینکه پرسش هایی که بعضش به جا هست بعضش هم مغلوط و نادرست با پیش‌فرض‌های نادرست هست رواج پیدا میکنه. الان هم جهان رسانه هست و هر کسی که مخاطب بیشتری داره یا بلندگوی بیشتری داشته باشه حتی میتوانه حرفش رو شاید بیشتر هم به گوش همه برسن. خاطر همین من کوتاهی اولا میخوام بگم که این هویت ملی یا هویت ایرانی که ما ازش سخن میگیم چی بوده و چرا اساسا ما میتوانیم روی این تکیه بکنیم. ببینید، ما در ایران همیشه یک تاریخ طولانی و یک همسرنوشتی اگر که بنامیم در تمام این در مورد جغرافیای ایران بزرگ من سخن میگم، یعنی میخوایم بگیم که چرا همه این اقوام و چرا اون ایران بزرگتر از ایران بود، اون سپهر فرهنگی و تاریخی ایران، چرا اینها یک هویت مشترک ملی داشتن که ما هیچ نام دیگری نمیتوانیم روش بگذاریم جز هویت ایرانی. این اصلا نه بحث نژادی است، نه اینکه تحقیر دیگران و غیر ایرانی هاست، ما نام دیگری نمیتوانیم روی این بگذاریم. من میخوام در مورد این یک چند تا برهان چند تا دلیل اشاره وار عرض کنم. یکی اینکه یک تاریخ به هم پیوسته و یک همسرنوشتی وجود داره، این رو از کهن‌ترین متون و کهن‌ترین اسناد از باستان شناختی گرفته تا وقتی که ما تاریخ نویسا داریم و جلوتر میایم ما این رو مواجه هستیم. یعنی اگر کسی یک تورق بکنه در کهن‌ترین متون باستانی و بعد دوره اسلامی متوجه میشه که همواره این پیش‌فرض برای همه اون نویسنده ها و همه مخاطب ها مشخص و روشن بوده که در مورد یک سرزمین بزرگی، حالا اسمش رو هرچی میذاشتن معمولا ایران، ایران شهر، ممالک محروسه، هرچی که بوده دارن سخن میگن و در ذیل اون هویت های دیگر رو قرار میدادن، گاه هویت دینی یا هویت قومی یا هر چیز دیگری. در کنار اون ما حوزه های مختلف علوم رو داریم که میتوانیم بریم به سراغ اونها و ببینیم در اونها یک شاخه ای به عنوان یا متصف به صفت ایرانی وجود داره یا نه. مثلا میتولوژی، اسطوره شناسی در جهان از منظر علم اسطوره شناسی دارم عرض میکنم، علم اسطوره شناسی که تمام ملل و اقوام گوناگون رو به عنوان یک مجموعه از بشریت مورد تحقیق قرار میده که بخواد بفهمه که پیش از تاریخ و در زمانهای خیلی خیلی کهن باورهای مقدس اینها ذیل اون مفهوم پیچیده و مهمی که اسطوره هست چه بوده هم، و این منجر میشه به بزرگترین دانشنامه ها، دایره المعارف ها و رشته های معتبر جهانی. همیشه ما یک شاخه مهمی به اسم اساطیر ایرانی داریم و این در مورد خیلی از ملت های خیلی مهم و بزرگ و گردن کلفت امروزی صادق نیست لزوما. میدانید که خیلی از بزرگترین جوامع مثلا اسلامی، عرب ها، خیلی از جوامع دور افتاده که خیلی هم فرهنگ غنی داشتن و امروز هم از نظر مردم شناسی مهمن یا حتی دولت های قوی به لحاظ اقتصادی دارن، چیزی بسته ای شاخه ای به عنوان اساطیر اون ملت و اون سرزمین ندارن. خب حالا به هر حال این یکی هم البته دلیلی برای نیست که اونها ملت تاریخی نبودن، اما مؤلفه مهمی است. اما ما همیشه اساطیری به اسم اساطیر ایرانی داریم، هیچ شک و تردیدی درش نیست. چه این اساطیر در
متون ایرانی چه در متون و منابع غیر ایرانی منعکس شده و بازسازی شده. شما هر دانشنامه ای، من اصلا با متون فارسی و اون چی که ایرانیان نوشتن کار ندارم فعلا، که احیانا ما متهم بشیم به اینکه یک جمعیتی خودش برای خودش خیلی چیزا رو ساخته. شما اگر که به اونها مراجعه بکنین همیشه میبینید که در کنار اساطیر چینی و میان رودانی و اسکاندیناوی که چند تای دیگه، اساطیر ایرانی همیشه مهم. به همین روال شما حماسه ایرانی دارید، حماسه ایرانی یا حماسه های ایرانی که خیلی گسترده تر و بزرگتر از شاهنامه ما هست، هم ریشه خیلی کهنی داره، این رو حماسه شناسان نشان دادن، و هم مداخل مهمی برای این وجود داره که حماسه ایرانی در کنار حماسه هندی، یونانی و یکی دو تای دیگه از بزرگترین حماسه های جهانی است. و میدانید که خیلی ها شاهنامه رو جز یکی دو ستای اول دانستن، هرچند که برخی ممکنه که اون رو برتر است حتی آثار یونانی هم انگاشتن. خب همه اینها جای بحث داره، اینا نمیشه از کنارش به سادگی گذشت. مفهوم حواسه، چرایی شکل گیریش و کارکردی که در طول تاریخ داشته، مثلا اون بحث‌های مهمی که خیلی از فیلسوفا کردن مثل هگل میکنه یا خیلی از حماسه پژوهای دیگه انجام دادن که اصلا لزوما کاری هم با ایران ندارن، اما از پیوستگی بین حماسه با وجود یک ملت و با وجود یک دولت کشور و با خیلی از مؤلفه‌هایی که باید شکل گرفته باشه و بعد حماسه به وجود بیاد و پایداری و تکوین و تکمیل اون حماسه هم باز دوباره در پیوند با اونه، و اگر اونها از بین رفتن اون حماسه هم تبدیل به یک خاطره تاریخی میشه. وجود دولت، یعنی از منظر فلسفه سیاسی یا از منظر علوم سیاسی شما نگاه بکنید، وجود دولت در طول تاریخ یعنی یک مجموعه از ساختار اداری و ساختار قدرت فراگیر که ادعای این رو داشته باشه که بر یک مرزهایی و بر یک مردمانی سیطره داره، تسلط داره، اونها رو داره مدیریت میکنه، رتق و فتق میکنه، که در ذیل اون هزاران شاخه دیگر از دیوان سالاری و مالیات و اینها شکل میگیره. این هم باز دوباره به استناد خیلی از چرخشناسا و پژوهشگران تاریخ جهان، همیشه در ایران اگر ما حتی اون دولت‌های ایلامی یا دولت‌های کوچیک دیگر هم در نظر نگیریم، دست کم از مادها و هخامنشیان نزدیک به کمتر از 3000 است که ما همیشه دولتی در ایران داریم که اگر چه خواستگاهش ایرانی بوده چه خواستگاهش ایرانی نبوده، نام خودش رو دولت سرزمین ایران مینهاده، خودش رو خدمتگزار یا ارائه‌دهنده خدمات چه در آبرسانی چه در مالیات گرفتن، امور اقتصادی بر همه سرزمین های ایران می دانسته، که حالا کم و بیش گاه از رود نیل بوده تا چین، گاه از سیحون و جیحون بوده تا فرات. به هر حال یک وضعیت این هم براش هزاران سنت هست. و شما باید توجه بکنید که، یعنی می توانید بپرسید که خب شاید در کنار اینها یک صفات دیگری از برخی از اقوام ایرانی هم وجود داشته باشه که به موازات این پیش آمده باشه، اما هرچی می گردید می بینید نیست. یعنی شما کمترین شاهدی پیدا میکنید برای اینکه بتوانید یک مجموعه معتبری از اساطیر یک قومی از ایران رو بتوانید نام ببرید و روش تکیه بکنید. همینطور در مورد حماسه، همینطور در مورد دولت. خب اینها وقتی که در کنار هم دیگه قرار میگیره، یکی دو تاش هم شاید کافی باشه. عرض شود همینطوری مسائل دیگه هست، مثلا زبانهای ایرانی. شما در تمام دانش‌های زبانشناسی یک شاخه مهم می‌دارین به اسم زبان‌های ایرانی که در ذیل اون چه به صورت تاریخی چه به صورت امروزی صدها بلکه هزارها گویش و زبان قرار می‌گیره که هر کدوم از اینها خیلی مهم هن، خیلی ریشه دارن، پیوستگی و در زمانی و همزمانی دارن و خودش یه هویت مستقلی است که می‌دانید مخصوصا تو جهان معاصر که به زبان خیلی اهمیت دادن توی شکل دهی دولت‌های مدرن اروپایی، زبان برای اونها خیلی مهم است و خیلی از کشورها به خاطر داشتن یک زبان قدیمی و مشترک ادعای بودن یک ملت قدیمی و یک کشور دولت شهر جدید رو کردن، که حالا من نمیخوام بگم درسته یا غلطه، میخوام بگم که بر اساس همون دارن ادامه حیات میدن. به همین صورت عرض شود مثلا اینکه ما تمامیت ارضی داشته باشیم و هر کسی که حتی مثلا مثل دولت‌های متقارن بعد از اسلام یک گوشه از ایران رو میگرفته، همیشه در ادامه راه و در آرزو و هدف قایی خودش
میخواسته که تمام این سرزمین ایران داشته باشه. مثلا شما صفاریان رو ببینید، طاهریان رو ببینید، سامانیان رو ببینید، آل ضیا رو ببینید و پیش از اون هر کدوم از این دولت ها رو ببینید، میبینید که برای اونها این بسنده نبوده و همیشه میدانستن که یک چیزی کم هست. تا وقتی که تمام ایران رو داشته باشن، پادشاهی اونها کامل نیست، حکومت اونها و رسالت اونها کامل نیست و به ناچار در مقابل قدرت های دیگه اینها یا محدود می شدن و یا نابود می شدن و حل می شدن در دیگران. یه نکته دیگه، وجود دیگری در مقابل این خود ایرانی هست. این رو در مورد همه کشورها میشه در نظر گرفت. این که یک ملتی یک دیگری چیزه باشه برای دیگر ملت ها و این که همیشه خودش رو در سنجش و در ستیز و در رقابت و اینها ببینه در مقابل دیگرهای مهم جهانی، این هم خودش بهترین دلیل برای این هست که یک هویت استوار ملی وجود داره. این که دیگه مشخصه کسایی که تاریخ باستان رو نگاه کردن، چه برای یونانیان و مقدونیان، چه برای رومی ها و چه برای خیلی از اقوام همسایه ما، حتی چینی ها و هندی ها، در بیشتر مقاطع تاریخی دیگری درجه مهم و قابل توجه ایران بوده. حتی این معروفه که بسیاری از متون فلسفی ادبی تاریخی یونانی یا هنری دراماتیک و تراژیک یونانی با نام ایرانی ها و در سنجش با ایرانی ها نوشته شده و حتی ایرانی ها الگو دانسته شدن برای اینکه اونها رقابت های سیاسی خودشونو پیش ببرن. مثلا پادشاهی خواها در مورد جمهوری خواها همیشه این چماق ایران رو میکوبیدن بر سر جمهوری خواها که ببینید سیستم پادشاهی چقدر موفقه، بفرمایید ببینید الان در نزدیکی ما ایران هستن. یا مثلا کسنوفون یا دیگران برای اینکه وضعیت خاصی از فرهنگ رو به صورت آرمانی نشان بدن و فرهنگ روزگار خودشون رو نقد بکنن، میان به سراغ کوروش، پروپدیا، مثلا تربیت کوروش، سیرت کوروش، و میان اونو به عنوان شخصیت آرمانی. حالا شما این رو میتونید ادامه بدید تا مونتسکیو و تا زرتشت، نیچه و که همچنان این هویت به عنوان یک دیگری مهم، به عنوان یک وضعیت ثابت و پایدار تاریخی وجود داشته. حالا دیگه بحث نژاد و بحث ملت و فرهنگ و آیین مشترک که دیگه خیلی گفته شده، مثلا نوروز و خیلی اینها، یا اینکه یک دین ملی وجود داشته باشه مثل چه زرتشتی، چه در مورد اسلام تشیع و بحث و مثلا همه شاخه‌های دیگه، شما یک فلسفه، عرفان و حکمتی با نام ایرانی میتوانید داشته باشید. همچنان که پروژه پژوهشی خیلی از بزرگترین ایران شناسا بوده، مثلا مثل هانری کوربن که به دنبال فهم اسلام ایرانی بوده، یا هنر ایرانی، معماری ایرانی، ادبیات ایرانی و همینطور این رو شما میتوانید ادامه بدید. خیلی از این مواردی که عرض، این موارد رو من میتوانم لیست بکنم تا حدود 15-16 مورد که همه اینها عناصر و سازنده های یک هویت فراگیری هستن که ما بهش میگیم هویت ایرانی، که این ملی رو اگر که بخوایم به ترجمه نیشن نگرفته باشیم، مراد من هر جا که ملی به کار میبرم همون هویت ایرانی است، مگر اینکه در این 100 سال اخیر که این دوتا به هم دیگه آمیخته میشه. پس اگر که ما بپذیریم که یک مفهومی، یک ماهیت دیرپا، قدیمی و خیلی مهمی برای دیگران که بیشتر اسنادش رو عرض کردن ما از دیگران به دست میاریم، برای اینکه میریم تو دوران باستان، به عللی که اینجا جای بحث نیست، ما این وضعیت و ویژگی و توصیف خود رو بیشتر از نگاه دیگران داریم. اونم حالا یه وضعیت پیچیده‌ای داره. اگر اون رو بخوایم کامل حذف بکنیم، خیلی از بخش‌های تاریخی ما، مثلا اشکانیان، حتی ساسانیان و هخامنشیان هم با تاریکی روبرو میشه. این جنبه مثبت و منفی داره. جنبه مثبتش همین است که ما با صدای بلند میتوانیم بگوییم که وقتی که با همه اون رقابت‌ها و ستیزها و دیگه هیچ تعصب و دلبستگی خونی و نژادی که مثلا برای اونها وجود نداشته، اما همچنان دارن اینو بیان میکنن، پس حتما چیز مهمی وجود داشته. و این دیرینگی، این خیلی مهم هست.
که یک جامعه بزرگی از چه زمانی و به چه شیوه و چه شکلی وارد مرحله جدید شده باشه، اونی که هگل میگه وارد خودآگاهی تاریخی و تشکیل یک دولت تاریخی که از اونجا متوجه شده که اشرافی داره بر همه اقوام پراکنده و یک شکلی از اندیشه سیاسی ایجاد میکنه که اون اندیشه سیاسی برای هگل که تاریخ جهان رو مطالعه میکرده، تاریخ تحولات سیاسی جهان براش مهم بوده و خیلی آدم دقیقی بوده، برای اون این نقطه خیلی مهم است که اون رو یک گرانیگاه تاریخ جهان میدانه که با پادشاه هخامنشی این اتفاق میفته. پس این دیرینگی و بعد پایایی و دیرپایی، یعنی شما گسستی به اون معنا ندارید که توانسته باشه برای مدت طولانی این رو به خاموشی رسانده باشه یا اینکه به یک فروپاشی که بعداً حالا دوباره احیانا جمع شده باشه. همه اون گسست‌های مقطعی و فرعی بودن. این هم خیلی از ایرانشناسای غیر ایرانی حتی بیان کردن، برای اونها عجیب بوده که این هویت ایرانی چرا اینقدر پیوسته و چرا اینقدر پای داره. میدونید که اصطلاحاتی که به کار میبرن مثل ققنوس دوباره از خاک بلند شه، اینا رو ما نگفتیم، اینا ایرانشناسا گفتن، ما تکرار میکنیم. این که اون هویت یک حالت غیر مصنوعی و تاریخی داشته، حتی واژه طبیعی براش به کار میبرن که من درست نمیدانم، چون انسان ساز هست و ما با فرهنگ روبرو هستیم. من نمیخوام بگم که یک وضعیت ذات‌گرایانه یا متانریشن و فراروایت وجود داره یا یک تقدسی، که این حرفا رو اصلا نمیخوام بزنم. میخوام بگم شرایط تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، حالا حتی نژادی یا هر چه که دیگه بوده، باعث این شده که این هویت چاره ای نداشته باشه جز اینکه پایدار باشه، جز اینکه الان هوشمندانه احیانا خودش رو بازسازی بکنه. و حالا در یک مقاله، البته این من اینو توضیح دادم که در زبان الکن خودم، که چطور توانسته این هویت، تشبیه کردم به یک دو امدادی یا به یک میز چند پایه که هرگاه یه پایه های رو آزاد میکرده، حتی از دست میداده، فنا میکرده شاخه ها و تنه های از خودش رو، برای اینکه بتوانه در این مثلا یخبندان ریشه خودش رو نگه داره. این ایرانیان، یعنی فرهنگ ایرانی به معنای کلیش، موفق شدن دانسته و نادانسته، خودخواسته یا خود ناخودآگاه یاد گرفتیم ما، آموخته ایم نخبگان ایرانی و حتی عوام ایرانی که چجوری زنده بمانند. این چجوری زنده ماندن اونها در گروه زنده ماندن هویت ملی اونها بود. مطمئن باشین اگر که میشد که هر کدام از این تیره ها و اقوام ایرانی بدون داشتن اون پایه ها و اون پشت بند های قوی زنده بمانند، شاید میتوانستن زنده بمانند و امروزه شاید وضعیت دیگری داشتیم. وگرنه اینها اصلا نه با نقشه و برنامه‌ریزی، نه توسط یک فیلسوفی مثل از زرتوش یا توسط یک سیاستمداری مثل کوروش، حتی مثل فردوسی، نقشه راهی مشخصا داده نشده که به یه جامعه که شما تا 500 سال دیگه اینو پیروی بکنید، اگر نکنید فلان خواهید شد. این اون وضعیت پیچیده و دشواری هست که توضیح دادنش خیلی دشواره و شاید آگاهی ما هنوز خیلی کمه، نقاط تاریک خیلی درش هست. تا وقتی که همه اونها روشن نشه شاید این وضعیت کامل دقیق توضیح دادنی نباشه. اما اون چی که برای بنده به عنوان یک دانش آموز ایران شناسی مسجل شده اینه که همچین وضعیتی وجود داره و ما فقط باید در توضیح این چرایی و چگونگیش بکوشیم. اینکه چرا این راکت نبوده و غیر ساکنه و همچنان حرکت میکنه و پایاست، اینکه چرا پذیرش داره این فرهنگ، این هویت، و اون تعصب و سختگیری رو نداره که شکننده باشه و در داد و ستد هست و به یک سازگاری میرسه، همون جوری که با محیط زیستش که خوشسالی و زلزله هست سازگار میشه، همونطوری با دشمنان تازشگر هم سازش میشه، همینطوری با شیوه های جدید فرهنگی جدید هم سازگار میشه. پس این احتمالاً این وضعیت رو در امروز و در آینده، احتمالاً، باز میگم ما با هیچ چیز از پیش تعیین شده و ثابتی روبروی نیست، من همچین باوری ندارم. من فکر میکنم که همه چیز میتوانه در یک اتفاقات تاریخی یا انسانی به هر سمت سویی بره، اما خب خیلی دشواره. شما پیش بینی تاریخی میتوانیم بکنیم با توجه به گذشته، این علمیست. پیشگویی نمیتوانیم بکنیم، ما پیش بینی میکنیم که این درخت اگر که همه این سخت در این شرایط رو گذرانده، پس احتمالاً این طوفانی هم که در راهه، این خوشسالی هم که در راهه، عادتاً اثر دائمی روی اون نخواهد گذاشت. به هر حال این بخش از حرفامو من اینجوری
به پایان میبرم که ما اگر که با یک چیزی، یک وضعیت خیلی پیچیده و محکم و استوار و تاریخی و قویی که گریز و گزیری ازش نداریم به اسم هویت ایرانی روبرو هستیم، تقریبا باید اون رو بشناسیم و اگر که پرسشی داریم این پرسش باید منطقی پاسخ داده بشه و هیچ ستیزی هم لزوما نه با فرهنگ و هویت جهانی داره و نه با فرهنگ و هویت قومی، چون اگر میداشت باز دوباره همچین وضعیت رو نمیتوانست ادامه بده. پس نه اقوام و اقلیت ها و قومگراها و کسانی که دلبسته فرهنگ قومی و قبیله‌ای و منطقه خودشون هستن، نه اونها باید نگران باشن و احساس ترس و خطر بکنن که احیانا یک چیزی داره رواج داده میشه یا به زور میخواد به اونها تحمیل بشه و میخواد اونها رو در خودش حل بکنه. به هیچ وجه اینجوری نبوده. همین زنده بودن این اقوام و این فرهنگ ها و این زبان ها خودش بهترین گواه بر این است که اون هویت هیچگاه همچین هدفی نداشته و نه جهان وطنها و جهانگراها و کسایی که نگران مثلا محیط زیست جهانی هستن یا مثلا تعلقات ملی نژادی زبانی رو خیلی باور ندارن، فکر میکنن که در این دهکده جهانی هستن. باز دوباره باید متوجه باشن که تقریبا همچین چیزی در طول تاریخ کم و بیش وجود داشته. این هویت‌های فراملی به صورت منطقه‌ای دینی مثلا جهان اسلام همیشه وجود داشته، اما این هم باز دوباره در خطر است، چرا که اون هویت ایرانی بهترین شکل سازگاری هم با هویت‌های کوچکتر زیرین خودش هم در کنار هویت‌های ملی دیگر در دل اون هویت انسانی بوده که حتی مثلا خود شاهنامه بیشترین پیام‌های انسانی و فراملی و غیر ایرانی رو داره که مثل همه آثار بزرگ جهانی برای هر انسانی که به دنبال حکمت باشه، اخلاق باشه، به دنبال بهتر زندگی کردن باشه، این پیام‌های فرا انسانی رو هم داشته. خب بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر زند. نیما جان شما اگه مطلبی داری، نکته‌ای داری می‌خوای؟ من ترجیح اینه طبق همون چیزی که در پوستر هم اعلام شده میزبان اصلی شما باشید و مهمان عزیزمون آقای دکتر زند هستن و منم اگه بی برنامه در حقیقت باشم اگه مطلبی بزنم به دفعه بزنم. بسیار، ما یه بخش پرسش و پاسخ هم داریم آخر برنامه که دوستان میتونن سوالاشون رو بپرسن و آقای دکتر هم برای قبول زحمت کردن که پاسخشون رو بدن. خب من حالا بدون در واقع حاشیه رفتن، شروع بحث به نظرم خیلی مهم بود و این توضیحاتی که در مورد هویت ملی از اون زوایایی که شما فرمودید آقای دکتر، خیلی به نظرم حالا دست کم بر من خیلی از اون تردیدها و اون ابهامات رو برطرف کرد و الان به نظرم وقتی وارد بحث شاهنامه خواهیم شد به عنوان حالا دست کم یک نمود هویت ملی، این بحث بر ما روشن‌تر خواهد بود. حالا من پیش پیش یه مقدار اطلاعاتی که تو ذهنم هست و پرسش‌هایی که دارم مطرح میکنم و حالا شما در خلال توضیحاتی که میفرمایید در مورد این در واقع مسائلی که هست، حالا شاید این شانس منه که اینجا نشستم و این امکان رو داشتم پیشا پیش به این مسئله فکر بکنم، بخشی از پاسخام هم میگیرم قطعا در صحبتهای شما. ببینید حالا صحبت از شاهنامه شد، من این اول برنامه هم گفتم خود این یک سوال مهمی به وجود میاره که ما به غیر از شاهنامه، حالا حماسه هایی که بعد از شاهنامه هست و این قصه ها با اونها کاری ندارن، پیش از شاهنامه و پیش از حالا دست کم بگیم پیش از اسلام، ما به هر حال منابعی رو داریم که در مورد مسائل بنیادینی فکر کردن و در موردش صحبت کردن، خیلی مسائل مختلفی و گستره زیادی رو هم داره، از رویکردهای حماسی گرفته که به هر حال ما در شاهنامه هم میبینیم، از اندیشه های بنیادین پیدایش جهان و غیره که باز در شاهنامه نمونه هاشو میبینیم. میخوام به این مسئله یه مقدار بپردازیم و بعد بریم سراغ معاصریت این ارتباط شاهنامه و ما مردم ایران. اینکه
چطور شده که ما بین این همه تفکر، نگیم تفکر چون اینا واقعا جدای از هم نبودن، من شاید اینطور فکر میکنم، چطور ما دست گذاشتیم روی شاهنامه و بقیه این اندیشه هایی که به مرور زمان تولید شده یا ثبت شده و به ما رسیده، اونها نتونستن تمام و کمال این باری که امروز شاهنامه به دوش میکشه رو به دوش بکشن و ما اونها رو مثلا به عنوان قطع، به عنوان نمادهای هویتیمون معرفی بکنیم. ببینید، من میخوام یه مسیر دیگر رو برم که برسم به این پرسش شما، که به نظرم این مسیر پذیرفتنی تره. چرا؟ برای اینکه خیلی ها آمدن از درون شاهنامه مؤلفه هایی رو بیرون کشیدن و اونها رو برای هویت خیلی مهم دانستن و گفتن به این خاطر که شاهنامه اینها رو داره پس بزرگترین سند هویتی ماست و شاهنامه مثلا داره روی خرد حرف میزنه، مثلا شاهنامه روی مرزهای ایران خیلی حساس است، مثلا شاهنامه زبان فارسی و خیلی از این مسائل که بزرگترین شاهنامه شناسا مثلا اسلامی ندوشان و دیگران این شیوه رو در کار گرفتن و درست هم هست، نادرست هم نیست، منم مشکلی باش ندارم. اما میخوام من یه مسیر دیگر رو برم، ببینید شما به من بگید این قانع کننده هست یا نه. ببینید، ما بیان بیرون از شاهنامه، جدای از شاهنامه، ببینیم که عناصر تشکیل دهنده هویت ملی در چشم و دید و قلم نویسندگان مهم و ایران شناسان چیا بوده. یعنی مثلا چنیدیم که خیلی ها مثلا 4 تا رو میگن، خیلی ها 6 تا رو میگن، خیلی ها 10 تا رو نام میبرن، هر کس از منظر خودش، جامعه شناسا، علوم سیاسی، مثلا ادبیاتی ها روی یک بعضی از اینا تکیه میکنن. من قبلا این کار رو انجام دادم، همه اینها رو لیست کردم، یعنی مهمترین حرفای اینها رو در مورد هویت ملی، هویت ملی ایرانی که شامل احیانا چه عناصری بوده و هست رو لیست کردم، تقریبا 15-16 تا مورد بیرون آمد که این 15-16 تا مورد رو حاصل جمع همه این متفکران ایرانی و خارجی هست که الان من اگر وقت باشه و اینها فقط نام ببرم خوشحال میشم، اگه شما مورد دیگه دیدین به ذهنتون میرسه ببینیم میشه به این اضافه کردن: اسطوره، حماسه، تاریخ، جغرافیا، دولت ملی، فرهنگ ملی، ادبیات، زبان ملی، هنرهای ملی شامل همه چی از موسیقی و اینا، تبار و ریشه مشترک، حکمت و عرفان و اخلاق رو که در یه بسته قرار بدیم، معماری، دین، دشمن یا دیگری مهم، تنوع قومی یا اقوام مختلف ایرانی، ارتش ملی. حالا روی ارتش هم اون کسایی که مثلا تاریخ جنگ و اینا کار میکنن فکر زیاد دارن. خب این 16 تا بود الان خدمت شما عرض کردم. الان اگه تو ذهن خودتون مرور بکنید، مثلا اگه یار شاطر چی میگه یا شاهرخ مسکوب چه میگه و اینا، میبینید که همش تو دل اینا قرار میگیره روی تعداد معدود تری. خب اینو ما بذاریم کنار و بعد بیان اینجوری بسنجیم، ببینیم هر کدوم از اینها رو این متن شاهنامه چقدر پوشش میده و چقدر بهش پرداخته و چقدر اینها رو توضیح داده یا جا انداخته و در شکلهای مستقیم و نامستقیم به کار برده، درسته؟ بعد ببینیم این چه متن دیگری احیانا به اندازه شاهنامه توانسته این عناصر هویت ملی رو همراه خودش به نسلهای بعد منتقل بکنه. مثلا مهمترین متنای دیگه که ما داریم، مثلا غزلیات حافظ، مثلا آثار نظامی، مثلا آثار مولوی، آثار سعدی، هر چه که شما بگیم، حتی آثار سهروردی یا خواجه نصیر، اینا مال بعد از اسلام، قبل از اسلام اون چه که هست دیگه، درسته؟ یعنی خیلی سخت نیست برای اون کسایی که خواندن این آثار و آگاهی دارن، خیلی در ذهن خودشون میتونن سر مرور بکنن. ببینید در شاهنامه ما که اسطوره رو داریم، یعنی شما میدانید که اسطوره شناسان همیشه یکی از منابعشون شاهنامه است، با وجود این که شاهنامه خیلی جدید تره، یعنی منابع اصلی اساطیر ایرانی از اون هند و اروپایی ها گرفته بود تا متون سانسکریت و اوستایی و برسه به متون پهلوی دیگه، خب به نظر میرسه که دیگه تو دوره دستوراتی که منابع عربی فارسی مهم، من بدیجیش کنمه، چرا که متکی به منابع قدیمی هست و یه بخشی از اونها از دست رفته و روایات اساطیری
در بخش پیشدادی و کیانیون بسیاری از شخصیت های ما داریم که همچنان خدایان و ایزدان هندی هستن، و این که دیگه گفتن نداره، شما میدانید، همه هم میدانید که شاهنامه چه بخش مهمش به عنوان منبع اساطیری و چه روایات اساطیری خوبی داره به ما میده. خب این که حماسه بودن که دیگه حرفی درش نیست، این که یک حماسه جزء تشکیل دهنده هویت یک ملت هست، خب این دیگه بزرگترین حماسه ملی ایرانی ها شاهنامه است. اینم از تاریخ. آیا شاهنامه تاریخ نیست؟ چه جور تاریخی که حالا اون ویژگی خودشو داره، من قبلا توضیح دادم، این که تاریخ، تاریخ اساطیری است و تاریخ روایی ملی است، تاریخ حماسیش، تا اینکه آرام آرام میاد به نیمه های خودش نرسیده، دیگه ما تقریبا با شخصیت های تاریخی مهم مثل اسکندر و اینا روبرو هستیم که تاریخ ساسانیان که او و چقدر مفصل یه سوم شاهنامه است به عنوان متن کاملا تاریخی. یعنی اگر شاهنامه مثلا مثل اون شاهنامه ها یا خدای‌نامه هایی که در دوره اشکانیان یا پیش از اون بود ختم میشد فقط به همون روایات حماسی و اساطیری شرق ایران، من این عنوان رو براش نمیذاشتم، میگفتم خب این ویژگی رو نداره. در صورتی که میبینید که این روح و این روند و اون شیوه نویسش فردوسی که خودش این رو تاریخ دانسته، این متن رو حتی اساطیری ترین قسمتش رو از چشم خودش تاریخ ایران میدانسته، حالا مثلا نمادین بوده یا توضیح میداده که تو این را دروغ و فسانه مخوان، یک توضیح احیانا میدادن که جوابی باشه برای کسایی که مثلا خیلی با اعجاب برخورد میکردن. خب جغرافیا، جغرافیای شاهنامه جغرافیای واقعی است. الان امروزه دیگه این شک و شبهه برطرف شده، گرچه که در گذشته از قدیم مثلا مارکوارت و بعدن منشیزاده و بعدن خیلی کسایی دیگه گفته بودن، اما امروزه دیگه مشخصه. مثلا استاد سیدی پژوهش سالیان دراز خودش رو به عنوان جغرافیای تاریخی شاهنامه به شما نشون میده، در بین یادم نیست 2300 تا جاینام، اگه 600 تا نباشه بکنم، حالا چند صد جاینام شاهنامه به جز چند تا انگوش شمارست مثلا مثل البرز اساطیری و اینها، همه جاینام های تاریخی هستن و میشه جاهاشون رو پیدا کرد یا حد زد، و با یک جغرافیای تاریخی ما روبرو هستیم که این جغرافیای تاریخی همچنان به عنوان ایران و ساکنان ایران و سرزمین ایران نامیده شده و اساس حماسه که تفاوت مهمش با متون دیگه این هست که دفاع از خاک و خون میکنه. در شاهنامه به بهترین شکلی شما هم اون خون و اون خاک رو میبینید که داره ازش دفاع میشه و مشخص و معینه، اصلا نه چیز آرمانی است که ایرانی ها به دنبالش بودن. دولت، اتفاقا روی همین بحث دولت میشه ساعت ها صحبت کرد. شاهنامه، این که نامش شاهنامه است که ترجمه خدای نامه است، و این که 50-60 تا پادشاه رو از کیومرث تا یزدگرد سوم لیست میکنه و عنوانهای اصلی با خطبه هایی که اونها میگن با برتخت نشستن و مرگ اونها برجسته است و داره پیش میره و همچنان داره این فرهنگ ایران و تمام اون تاریخ ایران ذیل این ساختار شاهی ادامه پیدا میکنه، بدون اینکه اون پادشاه ها بی چند و چون و همیشه مقدس باشن و ازشون تعریف بشه، چه از طرف خود فردوسی چه از طرف شخصیت های شاهنامه مثل رستم، اونها نقد میشن، طرد میشن، بی فرح میشن، اصلا همچین چیزی وجود نداره. اما اون چی که مهم و مقدس هست در شاهنامه نهاد پادشاه است، نهاد دولت است. وجود یک دولت و وجود یک پادشاهی فراگیر که حافظ همه اون چی که به دست آمده هست و بوده، این با هوشمندی مقدس و مهم دانسته شده، نه به خاطر نزدیک شدن به قدرت، نه به خاطر چاپلوسی، نه به خاطر اینکه پادشاه ها دستور میدادن در دبیرخانه ها خدای‌نامه نوشته بشه، که همه اینها بوده، من اینا رو انکار نمی کنم، اینها همه قابل شناساییه و تو تاریخ نویسی ما اینا رو متوجه میشیم. اما میخوام چیز خیلی مهمی رو خدمت شما عرض بکنم، برخلاف اون چیزی که خیلی ها سعی میکنن از این بس بگریزن و یه مقدار اینو مثلا قدیمی و طاغوتی و یا سیاسی قلمداد میکنن، اتفاقا من میخوام از این منظر توجه شما رو جلب کنم. اتفاقا این که شاهنامه با برجسته سازی نام این پادشاه ها و با لیست کردن این نخل تسکیهی که داره تاریخ اینا رو میاره پادشاهه، این انتخاب و پسند
یک نفر مثل فردوسی یا اون خدای نام نویسان نبوده، این وضعیت تاریخی ایران بوده و اهمیت وجود دولت در ایران بوده، اهمیت وجود دولت فراگیر. و حالا شما ببینید که اون مفهوم داد و اون اندرزنامه ها و اون وصیت نامه ها و جا به جای شاهنامه مثل یک سیاست نامه داره توضیح میده که یک پادشاه مناسب چیست، پادشاه نامناسب چیست، رضایت مردم کجا هست، رضایت یزدان کجا هست. اینو در کشاکش با هم قرار میده و این میخوام به شما عرض بکنم که اگر که وجود دولت یکی از مهمترین پایه های یک اثبات وجود یک هویت تاریخی برای یک ملت است، خب این که در شاهنامه خیلی برجسته است. در مورد فرهنگ که دیگه اصلا فرهنگ نامه است که دیگه من در مورد اینا صحبت نمی کنم که برسیم به بحث های دیگه. ادبیات ملی تاریخی ها ایجاد کرده که این مغوش ادبیاتی ها یازده دوازده مورد دو سوم تقریبا دو سوم از زنده ها و ارکان هویت ملی از منظر دانش های مختلف یازده مورد قوت وجود داره. خب حالا که اینجوری هست کاملا مشخص خاطر دلخواه و دلپسند بودن یا اینکه یک نفر از کودکی با شاهنامه بزرگ شده یا اینکه مثلا میخواد هویت ایرانی یا مثلا هویت ملی رو در مقابل بقیه هویت ها قرار بده نبوده، گرچه که از راه‌های دیگری با هوشمندی اون کسا به این فهمیدن، متوجه شدن، به این رسیدن که در شاهنامه اینها پررنگتر است نسبت به بقیه متون. این شاهنامه بیش از تمام متون ادبیات فارسی در طول تاریخ بیشتر نسخه برداری شده و بیشتر کتابت شده و بیشتر در کتابخانه های بزرگ دنیا وجود داره، این بی دلیل و بی خودی نیست. این که دیگه مربوط به دوره رضا شاه به بعد و فرهنگستان زبان فارسی و نمیدونم مینوی و نفیسی و اینها نیست. تیموریانی که در اتنیکه رونویسی و کتابت میشد و شاهنامه بوده، خب اینو باید یه پاسخ تاریخی بهش داد دیگه. چرا این درک، این چیزی که من امروز مثلا به خیال خودم با عدد و رقم رفتم حساب کردم در آوردم، بدون این یک درک بیواسطه ای در ذهن و زبان خیلی از متفکرین ایرانی ایجاد میکرده و حتما کرده و این بیراه نبوده. من دارم خدمت شما عرض میکنم که میشود شواهد دقیق تر و بیطرفانه پیدا کرد برای اینکه دوباره اثبات کرد دقیق تر و روشن